السلام علیکم ګران دوستانو، ستړي مزه تاسو سره غلاس ما د فزیک نوې برخه سبق لپاره. ګران ملګرو، څوک چې په تطبیقاتو کورسونو کې دي او یا که تاسې ستاسو دوستان اوسیږي، نو هغو ته دا معلومات ورکړئ چې په شنبې په ورځ، یعنې دغه روانه شنبې 28 تاریخ، یعنې سبا ته له خیره 28 دی، سرطان په 3 بجو د ماسپښین حاضر اوسیږي، تر څو موږ ورسره بعضې مسائل له کمکوي ورسره کار وکړو تر څو نور مشکلات ورته نه وي. تېره ورځ مو درس د قوې محاصلې پاکله وو، یو څه مثالونه پاتې هغه به کار وکړو، له خیره سره بیا به نوی سبق هم شروع کړو. راځئ ګران دوستانو په مثال. دوستان عزیز، د مثال گفته شده که محاصله دو قوه اف یک مسیح به 20 نیوتن و اف دو مسیح به 20 نیوتن است، یعنی هر دو قوه ها را به ما شما گفته که با هم دیگه مثلا نیست، زاویه شان است 120 درجه چند نیوتن می شود. بسیار ساده است، شما اگر یادتان باشه به خاطر از این موضوع فرمول داشتیم. در این فرمول که آر مسیح می شود دو اف ضرب کوساین تیتای برده، از فرمول خود کار میگیریم ببینیم که چگونه جواب به دست آمده میتونیم. آر مسیح میشود، از این فرمول زمان استفاده میتونیم که هر دو قوه را دادم متوجه خواست نسواد بردوش با هم دیگر مسیح است. وقتی که اف یک مسیح به اف دو کردوش 20 نیوتن باشه، یعنی قوه مسیح باشه، میتونیم از این فرمول برش کار بگیریم. آر مسیح میشه دو به جای اف قوه میپرتیم 20 نیوتن است. زاویه را داده 120 درجه، بجای تیتا میندازیم 120 درجه تقسیم دو، در نتیجه آر مسیح میشه دو ضرب 20 نیوتن چند نیوتن میشه؟ کوساین 120 هم تقسیم دو، 1.612 هم را بالا میکنیم، کوساین 60 درجه. آر مسیح میشه چند نیوتن خودش؟ دوستان عزیز، کوساین 60 درجه، چون کوساین 30 درجه جذر 3 بر 2 است، کوساین 60 درجه خیلی 1 بر 2 است، 1224 صفر بالا میکنیم، آر مسیح میشه به 20 نیوتن، جواب محصله 20 نیوتن است. با این بالای مثال بعدی، قوه اف یک 20 نیوتن است، اف دو 10 نیوتن، زاویه 105 درجه، ساین زاویه را داده، ساین 15 درجه را البته داده، 1 بر 4 اینکه در کجا استفاده میشه خود دیدیم، از ما شما آر محصله را خواسته. در این حالت ما شما فرمول داریم به خاطر محصله، ما شما قبلا بالا این فرمولا کار کردیم، بنابراین یک فرمولی داریم، لازم است که زاویه 105 درجه است. وقتی که ما خود کوساین 105 مندازیم، اونقدر معلومات کامل نداریم که چند است، از این خاطر ساین 15 را داده که مسیح به 1 بر 4 است. چطور میتونیم کوساین 105 درجه را پیدا کنیم؟ چرا کوساینشه؟ چون شما در فرمول کوساین داریم، کوساین ضرورت است. خب کوساین 105 درجه را تو پیدا میکنیم، کوساین 105 درجه مسیح به چند میشه؟ کسایی که مثلا ساد میفهم آفری و کسایی که نمیفهم آباس کار خواهد کنیم. کوساین 105 اگر ما بجای 105 اشتا کنیم 90 جمع 15 درجه، چیزی مشکل دارین؟ اگر 90 جمع 15 درجه دوباره جمع شوه 5 9 1 10 پس 105 درجه نمیده. این حالا بخاطر کوساین 90 جمع 15 درجه. خب اینی 90 درجه مانای زیر میده که پای بر 2 است. پای بر 2 چی مانا؟ پای یعنی 180، 180 تقسیم 2 پس 90 نمیشه؟ میشه. چی کس 90 بگه چی پای بر 2 بگه همون گه پس. اگر من اشتاک کنم کوساین پای بر 2 جمع 15 درجه، مشکل خواد داشتیم؟ نه خیر. چرا؟ بخاطر اگر یک بر 2 رو تجزیه کنیم، قیمت پای 180 است تقسیم 2 90 درجه میشه. خیلی موضوع سریست. این حاله هر زمانه که ما شما پای بر دو داشتیم، 3 پای بر دو، پای بر دو، 5 پای بر دو، همون نسبت تغییر میکنه، ساین به کوساین میره، کوساین به ساین میره، تانجان به کوتانجان میره، کوتانجان به تانجان میره، سکن به کوسکن میره، کوسکن به سکن میره. این حاله کوساین است، کوساین ما خود تغییر میکنه، به چی باید تغییر کنه؟ به سکن باید تغییر کنه، بنابراین تغییرش میتیم که کوساین ما تغییر میکنه به ساین چند درجه؟ 15 درجه. پای بر دو همی وظیفه داشت که تبدیل بتیش، خیلی تبدیل داریم از کوساین و ساین، ایره خیلی باز بگیم ساین 15 درجه. ساین 15 درجه را ما خودت پیش خواندیم که 1 بر 4 است، تا این علامه نشده،
از کجا فهمیدی؟ چون اینجا داریم سر 15 درجه که بر 4 است. این الان مزه تینی علامه را شده تینی علامه میکنیم. بیاک 105 ببینیم در کدام نایمه. 105 درجه رسم میکنیم در کدام نایمه. بخاطر رسمش سیستم کمیت وزیه رسم میکنیم. از یک قسمت صفر تا به اینجا 90 درجه است. از 90 تا به این قسمت 180 درجه. از 180 تا اینجا 270 درجه. از 270 تا این قسمت 360 درجه است. این قسمت ما شما 270 درجه بود. این حاله ما خودت 105 کار داریم. خیلی وقتی که از اینجا تا اینجا 90 شد تا اینجا دیگه این قسمت ها 105 میجای ها در این قسمت ها مه. یعنی این قسمت ما شما 105 درجه اینجا مه. این نایه اول است، این نایه دوم است، این نایه سوم است و این نایه چهارم است. خیلی 105 درجه ما خود در کدام نایه قرار داره؟ در نایه دوم. بیا از فرمول مشخصه کار میگیریم. عبارت است از تک است. این نشاندهنده نایه اول است. ای اسم شما نشاندهنده نایه دوم است. تیم شما تانجانت است نشاندهنده نایه سوم است. سیم و کوساین است نشاندهنده نایه چهارم است. اس ما ساین است نشاندهنده نایه دوم است. ای ما آر است. ایناله کسایی که مثلثات خوانده میفهمه، کسایی که نمیفهمه پس آنها کار خود کردیم. سر فعلا نمقه بفهمید که اس نشاندهنده نایه دوم است. چی منار اس یعنی؟ یعنی تنها اس مثبت است که عبارت از ساین مثبت است. معکوس ساین کوسیکن مثبت است. ساین مثبت است در نایه دوم. معکوس ساین کوسیکنت. معکوس ساین کوسیکنت مثبت است. دیگه کلش منفی است. اینمی اس در نایه دوم ما خودت کار داریم. اس با این معیار ساین مثبت است. معکوسش کوسیکنت مثبت است. دیگه کلش منفی است. دیگه کلش منفی چی است؟ کوساین است. سکنت است. تانجانت است. کوتانجانت است و منفی است. تنها ساین کوسیکنت مثبت است. خیلی از ما خودت. از علامه از کجا تعیین میکنی؟ از کنده اساسی. از ما خودت کوساین است. از اینجا تایی نکنی که ساین پانزه علامه را تایین کنی ساین است. نه از کنده اساسی کوساین بید. خیلی از ما تو دنهای دوم تن از ساین کوسیکن مثبت است. خیلی از ما تو کوساین است بنام کوساین ما شما منفی مه. خیلی تتا رو ما شما پیدا کردیم ساین 15 درجه ببخشین. کوساین 105 درجه عبارت است منفی یکی بر 4 است. خب دوستان عزیز کوساین خوب پیدا کردیم از 105 درجه. بیاده فرمول پیش بریم. آر مسیح میشه من. بجای اف یک قیمت چه مندازیم؟ 20 نیوتن است. 20 نیوتن کل مربع. بجای اف دو هم قیمت چه مندازیم؟ 10 نیوتن است. 10 نیوتن کل مربع. جمع دو چندی؟ اف یک ما شما بود 20 نیوتن. اف دو ما شما بود 10 نیوتن. ضرب کوساینی. بجای تتا 105 درجه زاویه را داده. پیش میریم. آر مسئله می شود. 20 که مربع شود دو دانه صفر صفر که دو دفعه 20 که دو دفعه ضرب شود دو دانه صفر بان دو که مربع شود 400 نیوتن مربع. دا با مو ترتیب دا که دو دفعه دانه سی ضرب شود 100 نیوتن مربع. این دیگه هم کلش ضرب میزنیم میشه دو ضرب 20 40 دو دو 4 40 میشه 40 ضرب دا 400 نیوتن. واو کوساین 105 درجه میفهمین چند است؟ قبلا تعیین کردیم منفی یک بر 4 است. پیش میریم مرحله ریاضیکی خود پیش میبریم. 400 نیوتن برابر خودش ابتدا ضرب خلاص میکنیم با دوزوی جمع تفریق 100 نیوتن برابر هم خودش مثبت ضرب منفی منفی 144 144 100 نیوتن 100 نیوتن ببخشید اینجا نیوتن ضرب نیوتن برابر نبود خیلی برابر داره نیوتن برابر این حالا مثبت 100 نیوتن کرد منفی 100 نیوتن برابر میره آر مسیح میشه مربع از این کتزی میره مربع نیوتن مربع نیوتن که درجه جزی میره نیوتن میبره جزر دو دانه صفر همیشه یک صفر است جزر دوم و چهار دوست جوابش میشه 20 نیوتن. من بالا مثال بعدی در فرم فکر کنم بلخ آمده بود یا فرا آمده بود می سوال در کنکور آمده بود گفته در سوال دو قوه که بالا یک دیگر عمود است و مقدارشان F و 2 F است بالا یک جسم در یک نقطه بال میکنم معاصله قوه ها را دریافت نمایید. خب زمانی که بگه یک عمود است حتما زاویه چند درجه است؟ 90 درجه است. فرمول در این حالت معسل است کدام فرمول بر اسمه آر مسیح میشه تحت جذر اف یک مربع جمع اف دو مربع آر مسیح میشه بر. از ما و شما اف یک ببخشین ببخشین اف یک ما و شما تنها اف است
بجای فیاک مندازیم اف کل مرابا بجای اف دیمو مندازیم دو اف هست چون داده اف او دو اف دو اف هست بجای اف دو مندازیم دو اف کل مرابا داره کل مرابا آر مسئله میشه با اف که در نفس دو دفع ضرب شو اف کنه با دو که در نفس دو اف که در نفس دو دفع ضرب شو دو اف ضرب دو اف اقتدار زری بار ضرب میکنی دو دو چار اف ضرب اف اف کنه با خیلی اردش با همدیگه و دو دو مشابه از جمع میشه زری بز یک هست یک اف چار اف پنج اف کنه با چار یک در اینجا یک در اینجا پنج اف کنه با مربی از یک تزی میره تنها اف از جزر میبره جزر پاین مانده پاین جزر اف جواب از این میره جزر دوم پنج از اف جزر دوم پنج ضربه اف یا اف ضرب در جزر دوم از پنه روی شکلی است من باره درس جدید تان عبارت از تجزیه وکتور قوه هاست یا قوه هست چطور میتونیم که یک قوه را تجزیه بکنیم به دو مرکبه یعنی تجزیه ازی به این مان است که یعنی به دو مرکبه ما خودت این را تجزیه بکنیم مثل که ما شما در وکتور ها خود داریم به دو مرکبه تقسیم تجزیه میشه یکی مرکبه افقی تجزیه میشه و یکی مرکبه عمودی تجزیه میشه یعنی می تجزیه وکتور قوه به میمان است فرض کنید یک سیستم کمیت واضح داشته باشیم یک قوه به جهت محور ایکس عمل کنه که به نام فکس یاد شوه یعنی فاصله فکس عین دی جام است یعنی را میتونیم فکس بگیم چون عین فاصله است و یک قوه به جهت محور وای اول عمل کنه که به نام اف وای بگیم این فاصله که تی فاصله مساوی است در وسط از یا جهت دریافت مسیرش یک خط رسم میکنیم بین دو قوه که عمل کنه که بخوایم مسئله رسم بده بینش یک خط رسم میکنیم میبینیم دو مثلث مشابه یکی در ایجا است یکی در ایجا است بعد اسمه یکی از مثلث ها را بگی فرض که بیام خودت مثلث که در این قسمت است همین مثلث ما شما میگیره این مثلث با این که ساده است این قسمت فکس نام داشت این قسمت چی فاصله؟ این فاصله که این فاصله مثلی است خیام فوای است این موقعت فوای نام داشت و این قسمت F نام داشت این رو میمانیم نامش F اینجا هم زاویه بود به نام تیتا اینال ما شما نظر به ریاضی میفهمیم محور ایکس همی بود خیلی که افق هست افقی هست همین محور محور کی هست محور کوساین هست این که عمود هست اینی رو میگیم محور وای هست خیلی محور چی هست محور عمودی هست که ساین هست فراموشتان خونم بشه انشالله اینال ما شما میخوایم که یک بار کوساین تیتا را تعریف کنیم چرا؟ بخاطر که محور افقی از کوساین است کوساین تیتا را که ما خود تعریف میکنیم کوساین تیتا مسیح میشه با ضلع مجاور بر وتر است این حال کوساین تیتا مسیح میشه برادر ضلع مجاور ما کدام است اینی زاویه از کجا تعریف کردی؟ از این قسمت تیتا از اینجا تعریف کردم خیلی هر کسی که روبروی این زاویه آمد این خیلی مقابله چست؟ کی وتر است؟ کلانترین زله، سعی کن کلانترین زله همیست طول زله همی کلان است، مایل است یا روبروی زله قایم است این زله قایم است، نه روبروی، هر کسی کسی موتر است وتر کلانترین زله است و یا کج است خیلی وتر شد هر کسی که ما نیمان خیلی چی است؟ مجاور است مجاور را پیدا کردیم، مجاور ما چی نام داره؟ اف از اکس اف از اکس بر، وتر ما چی نام داره؟ اینجا اف نام داره اف اینا را به اف از اکس هم میکنیم اف از اکس مسیح میشه طرف های مسطحین اف ضربه کوساین تیتا این شد مرکبه افقی بود شما این حالا من میخوایم تعریف کنیم مرکبه عمودی را خیلی ساین تیتا را تعریف میکنیم از این قسمت ساین تیتا مسیح میشه با زل مقابل بر وطرس این حالا ساین تیتا خودش زل مقابل تیتا چی هست؟ افر وای هست وطر موش ممکن هم داره افران داره خیلی به چی حال میکنیم دوستان عزیز؟ اول که شما میگین استاد با اف و وای که طرف های وسطه اف و وای مسیح میشه اف ضرب ساین تیتا این حاله ای که پیدا شد این امی عبارت از مرکبی چیست؟ مرکبی عمودی است و این مرکبی افقی بود و یک موضوع خیلی مهم دیگه چطور میتونیم که جهت قوی اف پیدا کنیم؟ جهت قوی اف با کدام طرف افتیده؟ جهت قوی اف تانجانت هم شما تعریف میکنیم تانجانت تیتا مسیح میشه بر این رو میفهمیم که زل مقابل بر زل چی از دوستان عزیز مجاور است
ظلم مقابل طایف وای بود که قبلا هم گفتیم ظلم مجاور چی بوده افی از ایکس بود. خیلال ما شما پیدا کردیم ایتر در تانجا دیت تا مسیحی می شود افی وای بر اف از ایکس. اینال می خواهیم که زاویش تعریف بکنم، یعنی تیتاش پیدا بکنم. به خاطر تعریف تیتا یک قانون دیگه، یک موضوع دیگه را یادتان بدم. تیتا مسئله می شود هر زمانی که نسبت از همراهش زاویه است. می خواهی زاویش تعریف کنی، تانجانت چطور از بین میبری؟ سعی کن که بسیار مهم ارگ تانجانت ارگ تیتا مسئله می شود پیشونی از یه ارگ ساین بود، کوساین بود، هر چیزی که بود پیشونی شرط بکی ارگ تانجانت اف وای بر اف از اکس. به این ترتیب میتونی که تیتاش تعریف کنی و اگر میخوایی که جهتش پیدا کنی از فرمول تعریف تانجان که عبارت از اف وای بر اف از اکس است. و اگر تیتا رو تعریف میکنی از این فرمول میتونیم کار بگیریم. میم بالای مسار با این شکل رسم داده گفته که مرکبه افقیش پیدا کو کوساین 37 درجه رو پیدا داده. دوستان عزیز 0.8 است، ساین 37 درجه رو داده 0.6 است و در رسم شما شکل میبینیم. باز ما شما مرکبه عمودی افقی را خواسته. برای دریافت مرکبه افقی دوستان عزیز ما شما فرمول داشتیم که اف از اکس مساوی میشه با اف ضرب کوساین. تو اگر فکر تا بود این فرمول مرکبه افقی بود، چرا؟ به خاطر افقی میواره اکس از کوساین بود. اف از اکس مساوی میشه با اف کوچن نیوتن است، چل نیوتن است، کوساین تیتا را داده کوساین 37 درجه رو میندازیم. تیتا رو چون 37 است کوساین 37 درجه است. خنشتا میکنیم اف از اکس مسیح میشه چل خودش نیم چنان خودش کوساین 37 درجه را که تعریف بکنیم 0.8 است. پیش در مثال دیدیم که داده بید اف از اکس مسیح میشه و چل نیم چنان خودش 0.8 است. با کس رو هم ببر عدد 8 است بعد چرا یک خانه است خیلی تقسیم ده صفر کت صفر میره 8 4 32. خیلی اف از اکس یا مرکبه افقی ما شما نتیجهش 32 نیوتن. اینال من بالای مرکبه چی کار میکنیم دوستان عزیز؟ مرکبه عمودی. مرکبه عمودی فرمول خواه داشتیم اف وای مسیح میشه و اف ضرب ساین تیتا. چون عمودی است خیلی ساین تیتا است اف وای مسیح میشه. قوه اف ما شما داریم چل نیوتن است ساین تیتا ما شما ماست ساین 37 درجه است. خینال با جای تیتا مندازیم 37 درجه. اینال ببینیم در مثال سای 37 درجه چند داده 0.6 0.6 وزن میکنیم اف وای مسیح میشه با چل نیوتن خودش سای 37 درجه ما ماست 0.6 اینال اف وای مسیح میشه با چل نیوتن خودش با کسیان ببر 0.6 اما کمال عدد 6 تقسیم 10 یک صفر کد یک صفر میره 6 4 24 جواب 6 24 نیوتن. مثال بعدی قوه را داده 20 نیوتن با جهت مثبت میواره یک زاویه 53 درجه را ساخته. این نکته را باریکی را متوجه باشین که در مثال دیگه که باز کار میکنیم تکنیک دار اگر بود یا اگر با جهت مثبت میواره یک نگفته بود باز بفهمید. مرکبه افقی و مرکبه عمودی را خواسته در صورتی که ساین 53 0.6 کوساین 53 0.6 است. به خاطر دریافت مرکبه عمودی افقی ببخشید دوستان از این مرکبه افقی ما شما فرمول داریم که اف از اکس مساوی میشه با اف ضرب کوساین تیتا. چرا کوساین تیتا؟ به خاطر از اینکه محور افقی است. اف از اکس مساوی میشه با اف کوره داده 20 نیوتن 20 نیوتن واسه میکنم کوساین زاویه است 53 درجه. اینال اف از اکس مساوی میشه 20 نیوتن خودش کوساین 53 درجه رو ما شما میفهمیم 0.6 است. اف از اکس مساوی میشه 20 نیوتن خودش 0.6 با کسر آن ببر 6 برده 0 کت 0 میره 26 12 اف از اکس مساوی میشه با 12 نیوتن. من بالا جزء بعدی جزء بعدیش مرکبه عمودی است. مرکبه عمودی ما فرمول داریم اف وای به خاطر اینکه عمود است نه روی محور وای است که اف وای مساوی میشه با اف ضرب ساین تیتا. چرا ساین؟ چون به خاطر اینکه ثبوت شده و ساین محور وای ساین محور وای است ساین است اف وای مساوی میشه اف ما شما قوه را داریم چند نیوتن است 20 نیوتن است 20 میندازیم ساین چون زاویه را داده بود 53 درجه 53 درجه را میندازیم اف از وای مساوی میشه 20 خودش ساین 53 درجه را به ما داده بود ساین 53 درجه نسو جواب چند داره ساین 53 درجه 0.8 است 0.8 واسه میکنیم اینجا قسمت نیوتن مونده اف از وای مساوی میشه 20 نیوتن خود 0.8 با کسران ببر میشه 8 بعد در بعد از 0.8 یک خان است خیلی تقسیم ده یک صفر کرد یک صفر میره 8 دو 16 اف از وای مساوی میشه با 16 نیوتن. دوستان عزیز بعض سوال باریکی داری درس مونده
روز بعدی انشالله که فیزیک بود کار خواهد کردیم و توکل با خدا. کسایی که در تطبیقات کنکور هستن به روز معینه حاضر باشن و کنکور جدید ما به خاطر درسش منتظر اعلامیه رسمی دولت جمهوری اسلامی افغانستان باشن. تشکر از اینکه ویدیو رو تعقیب کردین. خدا حافظ. موفق باشید.